کلام خدا بیاموزید و به اون عمل کنید و مسلم بدونید که بهترین جایگاه رو برای شما مهیا خواهد کرد. بله؟ با امید و اطمینان خاطر زندگی می‌کنی و در راحت و آسایش به سر می‌بری. از دشمنانت نخواهی ترسید. مردم بسیاری از تو کمک خواهند خواست. اما بله، چرا که اگر در قلب ما هنوز کینه و نفرتی است، از سال گذشته تا به امروز ادامه داره، اگر من و شما از این کینه و نفرت آزاد نشده باشیم، یعنی از اون اقتدار و اتوریتی که خدای ما داده به توسط کلام در حضور اون شفا نگرفته باشیم، عزیزان مدام خودزنی میکنیم، مدام در افکارمون داریم با اون افراد یا اون شخص میجنگیم و هرگاه شرایطی ایجاد میشه شروع میکنیم غیبت اون رو کردن و چه بسا سالهاست این ادامه داره، اما ما در ذهنمون هنوز داریم میجنگیم و هیچ سودی هم نداشته. اگه سودی داشت حداقل باید جواب میگرفتیم. تازه شاید خبرایی بشنوید که اونهایی که شما رو اذیت کردن امروز شرایطشون خیلی بهتر شده، بعد میخواد چیکار کنه؟ پس خودتو آزاد کن از این کینه و نفرت، چرا که این مانع این تبدیل من و تو خواهد شد، نمیذاره من و تو آزاد بشیم. یک مثال اروپایی میگه اگه نمیتونی گاز بگیری دندونتو نشون نده، تمومش کن، آزاد شو. و اون زمان هستش که تبدیل رو در خودت خواهید دید. بله؟ اما چشمان بدکاران کور و راه گریز از هر سو به رویشان بسته می شود و تنها امیدشان مرگ می باشد. نقطه پنجم، احتیاط به حکمت هستش. در کتاب یعقوب، نامه یعقوب 3:17 میگه لیکن آن حکمت که از بالاست اول طاهر پاکه. تصمیمات ما چگونه است؟ درش صداقت هست؟ درش راستی هست؟ درش عدالت و محبت هست یا نه؟ خودمون باید بدونیم. لیکن آن حکمت که از بالاست اول طاهر است و بعد صلح آمیز و ملایم و نصیحت پذیر و پر از رحمت و میوه‌های نیکو و بی تردد و بی عیب هستش. فقط وانمود نمی کنه، روی من و شما تأثیر میذاره. کلام داده میشه، چقدر رو ما تأثیر میذاره؟ چقدر پیگیریش میکنی؟ این کلام داده شده، چقدر تمرکزت الان روی این کلام هست؟ روی موضوعات دیگه نیستی، حواست پرت نیست، اگر میبینی دقت نمی میری دوباره روی یوتیوب گوش میکنی، این کلام رو اونقدر گوش میکنی تا رو تأثیر بذاره. در غیر این صورت میتونه کلامی برای شما زیبا باشه، خوشحالت کنه، از اینجا که میری هپی میری، خوشحال میری، پر از انرژی میری به اصطلاح، اما در طول زمان کمرنگ هیچ خبری نیست. همه ما بیلی گراهام رو میشناسیم، یکی از بهترین واعظین نه آمریکایی بود که خبر خوشو به کل جهان رسوند و خیلی ها به توسط بیلی گراهام ایمان آوردن، الان نزد خدا هست. تو یکی از سفرهای بشارتیش بیلی گراهام وقتی در هواپیما نشسته بود با دوستانش، مهمانداری که اومد اونجا از اونها پذیرایی کنه یه خانومی بود، دختر جوانی بود، یک پسر جوانم وقتی که اونو دید یه متلک بهش گفت جلوی بیلی گراهام و یه دستی هم بهش زد و یه بشکونش هم گرفت. دوست بیلی گراهام رو کرد به این پسر جوان، گفت میدونی ایشون بیلی گراهامه؟ گفت همین واعظ معروف؟ گفت بله. گفت من تمام، بعد گفت آقای بیلی گراهام میشه من دست تو رو ببوسم؟ من تمام موعظه های تو رو گوش میکنم، واقعا موعظه تو چه تأثیری تو زندگی من گذاشته. من نمیدونم بیلی گراهام اون لحظه چه فکری کرد، چه تأثیری گذاشته تو زندگیش.